سلامونه او خرغلاس درنو هیوادوالو خپل مخام د ساسو ټولو په خیر وی ډیر خرغلې لمن مچ ټول روغ رمټ جوړ تیار اوسېږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر ټولو ښه صدقه هغه د چې تاسو یو تګي تند ماته کی نو د اوړي موسم دی دا اجر الله سمې ورکوي او کلکې کوي ویني سي او خپلې کوي همدارنګه که اتګه یو ځای کې نسی یو ګلاس وبم چې تاسو ورته ورکې دا لوی ثواب لري شیر احمد په خپلون کې الحمدلله شته او دا ثواب کمای کړی مې شیخ خپل په ګرمۍ کې ولر د موږ ته وبره رسی خو نن چای نه درسول او بینه درسول خدای دې هدایت کړي ان شاء الله چې هر څه بخ کې کورونا نه تاسو په امان کې اوسئ ان شاء الله شیر احمد خرغلې مخام دې بخیر ډیره زیاته مننه په جان خپل ور سره سلامونه دې کې لی وړاندې کوم ګرنو لیدونکو ته او نن خو تاسو ویل چې روژه یې مکنه تا ویلې زه روژه مې نیولې روژه پروس کال شیر احمد دا ششک نه دی دا میونی وو بیا زه دغه پنځم کې کورونا شوم پنځم میمونی وو کورونا شوم شپږم پاتې شو او تر اوسه پورې هغه هغه دې اوس نن نیولې هغه مې تر اوسه نه نیولې خبره وره بیا نن نن روژه یې کنه دسر نه نن بوزه ما بیا دا ششک چور رسید ما ول چې به و به نسم خدا د کورونا واکسین چې مونږ وکړو امدغه د اختر د روژې نورو سختر نورو نو هم دغه شوال میشت کې مونږ او تاسو ډېر سخت دردونه بیا تیر کړل کنه بله بله چې لږ څه سر درد او هم دارنګ بیا زما خو لږ نه پېم څه خبر او ضعیف هم چې یو میاشت او جام تیر کړو کنه نو لږ څه فشار مشکل پیدا شو بیا پاتې شو نو د خدای امغه غوښتنه نه و چې سکه لمونږ ونیسو نو امغه یاد انم چې ونیسو خیر سره هغه ډېر نه امینه زار وخت ته نصیحت کو ته یو ورځ خو ماته هم نصیحت وکړه زه اول د زمونږ ساسو کنټرول روم ته یو نصیحت وکم ټول دل لپاره چې مشکل لري نصیحت ورته دل لپاره چې تات سره جفا کړي دغه تصویر کې چې دې تناز دی ما اوس په پوښ ګوره ته یعنی کنه وای دا حق دا حق دې چې دې وای دا خو دې یو مثال دی کنه پوښ ګوره اول واستراغ لې ګوره ها زه به تاته نصیحت وکم وای چې یو کورنۍ و نوې واده وک یو جوړا وا یو ځنه کور بل ځای ته مې شه زتا او او سما کا سیو نسه زتا تکو نو یو ځنه کور بل ځای ته وړه بل ځای ته چکور وېړو نو د دې د اورسې مخ کې چې د دې اورسې و دې کې نسه د لمیشه اخو ته مرمن و چې خپل کالی تناب کې اورول نو دا مرمن راځي خپل کالی اوري دا خزه خپل خوان ته وای وای چې دا مرمن وګوره کالی سینه دې پرمتی خوان دې چګوري او خو سبا بیا هم دا مېرمن چې دا کالی واري بیا د ګوري وې دا ورداس دا هیڅ نه پوهېږي دا کالی سره رقم مینځي کنه هیڅ نه پوهېږي هیڅ هغه تدبیر د ژوند بلد نه ده دا خبرې مقصد خبرې کوي کنه خبرې خو آسان خو بل ورځ دوی پاسې کې دلته چې ناز سهار وخت دا مېرمن چې ګوري اوه هو هو و دل دوی زده کړه دا مونږ خبرو اتمن په تاثیر کړه کالی منزل زده کړه دی وخت کې خاوند ورته وای وي هغه کالی منزل نه دی زده کړی زه سهار وخت پاسې لمه دا شیشه می ومنزلا دا کم شیشه دی خو ته مو تا ناست یو دا می ومنزلا نه یعنی دا مخکې دا خبره نه قضاوت مو کنه یعنی هغه هیڅ مشکل نه درلو د مشکل اصل دوی کې چې د دوی شیشه مرد روا او دوی دغه باندې تصمیمونه نیولې او چې ورور د دې کالی مردار دي ځین وخت مونږ او تاسو باید هغه خپل دید جوړ کو خپل هغه کوم څه چې مونږ او تاسو مثلا خبر نه یو چې اصل موضوع ما ته کوي نور دا ځان ته کوم اول اصل کې ارس چې سړی کې اول ځان پیلو کې ا ک یو چاته ته یو جمله وایي کته هغه باندې خپل د عمل نه کړي نو تانه بل جاهل بل نشته دل پر چې ته خپل عمل نه کې نور ته خبر خو ډیر آسان کار دی نه خبر ډیر آسان کار دی نور ته خبرې کول څه معنی او زستا کوټه مثلا مردار ده ستا ساحه مردار ده ستا کوم ځای کې ژوند کې هغه مردار ده مثال وایم ته نه دسی نو نور ته څنګه وایله شي چې تراشه ده پاتې چې مال دلته شي پراتنی نه 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 نو زه له باندې مخکې لدې چې نور ته تصمیم نیسو نور باندې خبرې کوو اول خپل ذهن آرام کو ذهن مو پاک کو خپل هغه لید مو جوړ کو بیا ورسره دې بیا بل چا باندې قضاوت بیا کول شي سره ډیر منه اته مې بوره مخې و
دغه سره تاوار کا خشر احمد چه په خیر خیر سره نن لپاره البته بریانی تیارو چې د اچار سره تیاریږي یو شی ډیر مهمه ده چې تار اوره ده نن وو بالکل راکه ها نو لمانه ما چې ستا خو چې ځکه چې چار دې ویل دي په کې ولې اچار نه استفاده کړه اچار البته د اهم اچار دی ها چې دا ډیر خوندور تیاریږي وو او دا اچارونه چې دی په هندستان او پاکستان کې زیاتره وخت توخه دوستان توخه د سرغه مچار دي هیوادوال تینا ګټه پورته کوي دغه سي او زه چاول راغله ما ولا ک جګر کباب هغه قورمه د ماده کړی ده او په خده زکه چې دې سره غوړی زیاتیږي زره غوړی دې سره زیاتیږي او دا دې سره وګه مرچا او نور مسالې هم دې سره زیات شي دي ځینې دوستان زموږ استاسو عادت شي دي ته دې سره ډوډۍ کول شي وي خري او خطر په ځای کول شي نو شان کی هنن به موږ ورځ کې کارو یلا باندې تاسو هم تیار کړئ تقریبا یو کیلو ورجې ما خشتې کړې او به باندې لري کړې ځکه چې تر څو ښه آماده شي او اچار یو قطه وړوکی تقریبا وزن یې 400 ګرامه راځي غوښه 500 ګرامه کارول کیږي پیاز دوه دانې واړه ما راغستې دي او پیاز همیشه وخت زه اوبو کې ځکه پرېږدم چې میکروب جذب نه کړي او ګشنیز پاڼې اړتیا قدر لږ زره اوږه هم او مالګه او مساله د بریانی په کې زیاتو اله باندې چې تاسو هم تیار کړئ او ور به بلو لومړی به پیاز اوګه او مرچک دا چې ولګ زره سره شو دی دغه بریانی کې کله چې تاسو اچار نه استفاده کوي درمیان نه استفاده بیا م کوي چې بیا زیاتی یا ترکاری زختر زیاتی خبوي چې صرف تاسو د اچار پیاز او اوګه مرچک نه ګټه واخلي زه البته وچ مرچک نه ګټه اخلم تور مرچک ولګ زره سره زیاتو ځکه خوند لپاره ډیر ښه تازه مرچک اچار سره هم شته دی ډیر ښه نو ورم بلک ورور د خیر چې آماده شو بیا به لمړی پیاز او اوګه مرچک وسرو کو آماده کی د شیر احمد اور خو همیشه بلی بله ماشاءالله شیر احمد اور بل نه اور 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 بل زنه لرم نه زه هم دا اور خم استاد اور مال همیشه بلی خ خدای دې بل لري خدای دې شمه مو ګلوا د ژوند شمه دې هم ستاره شمه دې هم نه ګلیږي دا شم چې دې مونږ تاسو ته روښنه دي اور پېښ کزه وس فزیدنه ته سوځیدلې وې دا ول نه نور خلک سوځيږي توريږي تسوريږي او بل خبر دا چې دمه به وګورو د سن مهمه دمه دا ژر بیرته راګرځو میلمانه زموږ یو ځای کې موږ سره تاسو فرانه دوستانو لیدونکو نازولو هیوادوالو بیا مخراغلی زیل بند مچه ټول روغ رمټ جوړ تیار اوسېږي او د کورونا څخه په امان کې اوسېږي دل پر چې کورونا واقعا یو هغه وایروس دی چې کا خدای نه خسته انسانانو ته نږدې شو نو ضررونه ډېر رسي انسانانو ته تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې د کورونا مشکلات بیخي په افغانستان کې څه چې په نړۍ کې بیخي ډېر شوي دي مثلا اوس په خبرونو کې زموږ ګران مېلمه ښاغلی خواجه احمد نوید صدیقی صاحب چې د پاور لفټینګ مربی دی نن ماښام سره په خبرونو کې میلمه دی استاد تکړه خلاص وي ډېر خرغلی ماښام بخیر سلام بر شما سلام به تمام بیننده های خوب برنامه خوبتان بسیار خوشحالم صاحب چطور هستید سلامت باشین تشکر صحتتون چطور است والا خدا را شکر سلامت باشین چون کسایی که میگن ورزش میکنن صحتشون کاملا خوب میباشه دقیقاً وقتی که یک ورزش میکنید دیگه میکنید تبان باد فتمن باشید دیگه چند سال است ورزش میکنید شما ما تقریبا 24 سال ما سپورت میکنم 24 سال بله او والا ګوري سپورت دومره خده یعنی که تاسو ورزش کوي تاسو سن به نخ کاری دقیقا. ما اوس داس فکر کوم چې تخپل به سلوریشتي ما فکر کوم چې استاد به سلوریشتي شیر احمد څنګه پټ شو والا شیر احمد جان نمی فهمم که تو پټ ده تاسو یو رقم پټ پټ سایز واس پیسز ها سوخته باشه جناب استاد دا توي چې اول د کوم ځای څخه پیل کړ چې پاور لفټینګ ته ورسېدل اول اس کجا شروع کړدین کوم ورزش شروع کړ شکر سلامت باشین وخت کې ما نو د کلب راجستر کړم حامد کلب بود دیگه بود از صنف هفت مکتب بودم دقیق یادم است از صنف هفت مکتب که ما تمرین حرام 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 ما پیدا کردم خودم که ما باید نمی ورزش ما یک تایتل داشته باشم خب که بعد از مسابقات پرورشنده بود دیگه بود اول از پرورشنده شروع کردیم خب بعد از کار آرام کمک کمک وزن بالا بردیم دیگه بردیم باز پاورلفتینگ رایت شد دیگه شد دیگه شد بعد از بخیر باز بالا رفته رفتیم که وزنای بالا و دیگه دیگه باز ما گفتم نه خیر پاور لفتینگ زندگی می شد یک بخش از زندگی می شد پاور لفتینگ از همه چیزم بس
که ما دی خود بسیار راحت احساس میکنم. بسیار گپ. یک ورزش بسیار خالی، بسیار قدرتمند است. همه مردم میدونه هوایدا تمرینات دیدن، مسابقات دیدن که یک پاور لیفتینگ واقعیت که همو استرانگ است، من قوی ترین مردانه. و خودتون استاد فعلا مربی هستید. بله. همچنان شما ترین میتین شاگردار در بخش زیبایی اندام. پاور لیفتینگ. پاور لیفتینگ. اول از عضلات شروع میشه. اونمو بخش پرورش اندام است که اون رو باید اجاد داشته باشن که اونمو با آرام آرام سرش کار شده میره. دیده میشه یک ورزشکار که چقدری قدرت داره. بله. اونمو وزنش و عضلاتش و اونمو قدرت بدنش. که چقدری قدرت داره. بعدن باز ما میبینیم که اما وزن میشه، بعد وزن شد، اما حضلاتش و از حرکت چست و بازو و حرکت بسیار خطرناکی که داریم اسکوات است. اونو سرش کار میشه، میبینیم که یک ورزشکار های دینمی حاماده میتونه نمیتونه. نظر بنامو رژیم بیا پیش میریم، اول از پرورش اندام بده باز یک پاورلفتر بسیار خوب میشه. آل شیر احمد پاورلفتر است یا زیبایی اندام کار میکنه؟ آسفا شیر احمد خونام خدا بسیار یک ورزشکار حالی و یک آشپز بسیار ماهر کشور ما هست بره. که بهش من هم سپورت هم میکنه و دوستش هم دارم و خودش کدام سپورت پیش ما هست؟ یک چند مدت پیشتر آمده بود، تمام حرکت هایی که برش لازم بود اونا رو برش توصیه کردیم، برش گفتیم در بخش زیبایی اندام دقیقا در بخش از اونمو بود که میشه که خودش هم پرسان کنه که در حرکات کمر یه طرف ساد خوسکو اینجا کلب خودت هست نه؟ میای در کلب خودت او طرف سرک مثلا یکی از دوستای ما دکتر سب که در بخش طبابت یونانی است او طرف رو است از تیر میشه او جازو یک چیز میگیره باز کمه که پیش میره دست چپ او یک دوا خانه است از یکی از دوستا باز از او یک کم دوا میگیره باز کمه که پیش میره او جا رفیق ما چیز است سوپ فروشی داره از او یک سوپ میگیره باز نمه تو دگه سلو سلو تا که خانه میره کل چیز که خود سودا رو میبره بگیره در سوداش مشکل ندارد اونمو میشه که خودش هم جان میره بودی نه هیچ نگفتی نه پاوی جلا بلندش کن فاروقی صاحب بلندش کرد و دیمه دمی زمین فقط چواز استی بود خوب استاد استاد در مورد یک چیزی که بسیار مهم است و هنمی بعضی از ورزشکارا استفاده میکنن و دکتر صاحب همیشه میگن که استفاده از اینا درست نیست آیا شما استفاده میکنین یعنی مثلا پروتین است کریتین است سوزن زدن است مثلا همین امپول و بعضی مسائل دیگه است که اینا رو استفاده میکنن ولی دکتر صاحب همیشه توصیه شون نیست که اینا باید استفاده نشه دکتر صاحب حزیز تا جای گپشون صحیح است هم از پروتئین نباید یک ورزشکار حراس داشته باشه از کریتین و سپلیمنت هایی که هست خب هنمو است که یک ورزشکار نیاز داره حتی یک فوتبالیست هم میتونه که از او مصرف کنه هم چی رقم که نظر استاد یا مربی خود داشته باشه چرا که بازار است هر رقم است در بازار میری مثلا یک شاگرد میگه که من چی رقم پروتئین مصرف کنم وقتی که ما برش میگیم که اونمو قدش اندازه میشه میبینیم که آیا امو بدنش با اونمو پروتئین سازگاری داره یا نداره پروتئین یک غذای مکمل است هیچ ورزشکار هزین نباید حراس کنه من دیرمی 20 ساله که سپورت میکنم دینم 20 سال تقریبا 18 سال از زیر من متواتر پروتئین مصرف کردم 18 سالش متواتر پروتئین مصرف کردم قوطی خالی شد در خانه هر هر کسی که آماده برده پروتئین مصرف میکنم کریتین مصرف میکنم همینو اسید چرا که بدن نیاز داره هینی می حجرات هینی غذروفه یا که خاصی پیمینه دیگه میبینه اینی می پروتئین است اینی می کریتین است اینی می بی سی هی برنچ و امینو اسید است که وقتی که تو مصرف نکنی بدنت خاصی پیمینه آسیب ایمانانه خدا نخواسته افگار میشه افگار هینی که درد حضله پیش میشه اکثر شاگردا پیش من میگه والا استاد حضلاتم درد میکنه حضلات شانه دارم حضلات ساحت دست دارم باز بروز میگم درک روز تو چی مصرف میکنی بعد از ورزش میره اونمو آب سرد است و یک گلاس چای شیرین نگه یا یک بنام نیتروسیس مصرف میکنه او نیاز بدنش پوره نمیکنه اونمو پروتین است که نیاز بدنش پوره میکنه در قبال می آمدیم حوارز جانبیش حوارز جانبی هر چی یک ساید افکت خود داره ولو که مثلا یک ورزشکار که یک کسی که تمرین نمیکنه 4 تا تو یا 5 تا تخم یک روز مصرف میکنه اونمو مایات بدن که نگیره او ضرر خود میرسونه برش یک چیز دیگه سلام بخشین خدا باشه کمی
پروتین های دیسی زیاد مگه جور میشه که مثلا ماش آرد میکنن چی میکنن یا پیشکاری ها هستک یا دقیق است؟ هست دقیق است در افغانستان است یعنی اینجا قمپار میکنن کیپ میکنن ما خواهش ما از وزارت صحت هامه هینمیز که حداقل یک بار دنبی دکانایی که هست پروتین ها که فروخته میشه واسه بار باید یک نظر بندازن ببینن زیادترش ما از زبای خارج میکنن و مشکل نداره زیادترش اینمیجا پر میکنن خاک زدن در چشم یک ورزشکار ورزشکار بیچاره که هیچ چیز نداره هیچ چیز نداره یک هزار افغانی از تربیت بدنی یک قهرمان تیم ملی ما ماش میگیره او را 3 ماه 4 ماه بعد میتیش و بیچاره هیچ چیز نداره وقتی که ما برش توصیه میکنه میره اونم بود دکاندار خدای را جانش یک پروتین میتیش که هیچ بدر زونه میخوره خودشون جور میکنه اکثر هش که زیاتر تابلت ها را دو گت میکنن مندازن که میگن ده 12 کیلو وزن میته صحیح چیزای هست که من نمیشه که نام براتون بگیرم خوبم نیست که میتش 12 کیلو 15 کیلو وزن میتش وقت کو به اتمام میرسه خلاص میشه یک ماه بعد هلا دو ماه بعد بزو اینمی بخورای در روز دیده میشه در روز دیده میشه مسابقات در پاور لفتینگ دادین؟ بله چند مسابقات دادین؟ دقیقا ما تقریبا خیلی مسابقات کردیم خیلی مسابقات کردیم که ستاره اسکوات شده بودم چند پیش دیگه چند وقت هم بخیر ان شاء الله دمای سرطان مسابقات پاور لفتینگ است و ما تشکر می کنم از رئیس پاور لفتینگ فیلی از وسط علی رضا رفیع زاده و جناب دگر شاپور تو تا خیل و خوج امیر مجاهد که خواستن که یک مسابقات کابل برگزار کردن بعد از بخیر چند روز بعد بخیر مسابقات تیم ملی است که ان شاء الله چهره های برتر با مردم ان شاء الله میبینن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رحمت بسیار تشکر میکنم از جناب استاد از اینکه اومدین به برنامه سلامت باشید امیدوارم دوستان ما تشویق شون بیشتر بیان ورزش کنن ماشاءالله حتما سونه استاد ببینین امیال که گفتم بسیار سال ما ورزش کردیم من گفتم که استاد شاید یک 25 سی باشه دیگه حالا که تو فکر میکنیم 50 سال است ماشاءالله بسیار تشکر استاد بسیار خوش آمدین سلامت باشید تشکر از وقتتون تشکر کردم من کل جناب استاد خوجا احمد نوید صدیقی صاحب څخه چې نن ماښام خبرونې راغله دوی د پاور لفټینګ برخه کې د مربی په توګه په هیڅ کار کوي نو خدای دې ورته نور هم قوت ورکړي موږ د ماښام دوستانو ژر بیرته راګرځو او زموږ خبرونه بیا هم روان ده تاسو لیدونکي سره خراغ لاس درنو هی ودوالو مخمو بخیر لمر مخم گوری یا خب خوان سره گوری نن مخم سر پخبرانه کی دو اغلی میل منی دی چی ماشالله فعالیتونه نم خدا خدی یا ام دل پرا نن مخمو غختل چی پخبران کی ولرو نو خوشحاله چی دوی مکسر دی دوی تخراغ لاسو پلمنی سر کی سلگی احساس چی جورنالیست ده و ام دارنگا طب یې لوستی دی او دا د آخري سمستر هم پای ته رسېدلی دی ډېر لږې شېبې پاتې دي چې له خیر سره یوه ښه ډاکټره شي او خپل خلکو ته خدمت وکړي تر څنګ کې حیا حبیبي چې شعرونه لیکي شاعره ده او تر څنګ کې ژورنالیست هم ده نو دوی ته ښه راغلاست وایم ډېر ښه راغلی ماښام په خیر ډېره زیاته مننه تاسو ته هم سلامونه او نیکهیلې وایم او ماښام مو په خیر هیله لرم چې له خوښیو ډک ماښام مو پیل کړی اوسي تر څنګ شیر احمد لالا ته هم سلام وایم حیا جانې ته هم سلام او بیا خپل وار سره ټولو هیوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم هیله لرم چې له خوښیو څخه ډک ماښام مو پیل کړی اوسي ډیر مننه ډیر ښه راغلی تاسو هم ښه راغلی ډیر مننه سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته هیله ده چې ټول روغ او جوړ وو ښه اوس تاسو ته دوستانو وایم تاسو به وایئ چې څوک حیا ده او څوک سلګۍ ده حیا جانه دوی دی چې تاسو هم داس تصویر کې ګورئ کله چې تصویر دوستانو ورکړي حیا جانه ده او دې خاتم چې موږ سره ناست ده چپ لاس سره سلګۍ جانه ده نو سلګۍ چې ده هم ډاکټر ده هم ژورنالیست ده دا راته چې ډاکټري دې کله په ذهن کې و چې ته به وای او ژورنالیزم سره دې کله خوښه شو او زړه دې ورسره ولګېد
ډاکټری خو زما د فامیل خو خو او مور پلار مې هله درلوده چې زه باید یو ښه ډاکټره وسم او زما په خپل د ژورنالیزم دګر سره ډیره زیاته علاقه و خو په هغه وخت کې ماته فامیل اجازه نه راکوله چې زه د ژورنالیزم دګر درای شم خو خیر په دې ورستۍ کې زه په دې وتوانیدم چې خپل فامیل د قناعت ورکړم او هغه و چې هغه ومنله او ماته اجازه راکړه چې زه دې دګر درای شم ډیر ډیر نو څوک دل دلته او چې دا خوخه د شوشیر احمد دل دلته اوسنګ په تصویر کې چې او د وخت چې ژورنالیزم برخه ترش بلې البته زما د کوچنیوالي نه د ژورنالیزم لګر سره علاقه څوک دی خوخه دا څوک دی دا هنرمندان همداسې تر څنګ نور خبريالان مې چلیدل ما غوښتل چې زه راتلونکي کې یو ښه او لایق ویاند شم ډېر او خپل د فامیل زړه مې مات نه کړ خپل د مور جان او پلار جان زړه مې هم مات نه کړ دا هغه مې هم منله تبابت برخه کې مې زده کړو ته دوام ورکړ او لاغې نه ورسته خپل هیلو ته ان شاء الله چې رسیدم او رسیدلې یم بیا راغلم د ژورنالیزم ډګر ته ډېر نه کار وکړ راځي چې راشو حیا جان خواته دا چې حیا جان د کله نه پایل کړی دی او لومړی شاعری دی پیل کړو یا ژورنالیزم خاطر غلی لومړی خو پامیر لالا ما شاعری پیل کو ها زه تقریبا لسم ټولګي کې وم چې شاعری ته مې مخه او شاعری مې پیل کو بیا بعد له هغه نه اول خو رسنه سره مې مینه و خوش چې پیل مې کو شاعری نه مې پیل کو بیا رسنه کې مې قدم پورته ډیر دنه کار وکړ لومړی نه شیر د چیو لومړنی شیر مې د مور په اړه لیکلې خو دا سیده چې لومړنی شیرونه بیا دا سی ډیر صحیح نه وي کنه مزدار نه بالکل مزدار نه وي خو خود سره و ساتي او ځګونو کې سړی خپل لومړنی زوی سوا چی په کار د چاغ لومړنی شیر م دل پر چې د سړی اثر وسی هغه به ځان سره وساتي دل پر چې ورځ مثلا یو ځای کې کداشي چې تاسو لمړنه شي د نور څخه خوله اوسې bale نه نو هغه پر ساتل په کار دي کله اوس په ذهن کې وي وای مو دوستان لمړنه شي خو زه یو رسنه چې یو رادیو کې خبرونه و دا ادبي خبرونه و نو هغه چې ادبي خبرونه و شیر به ټاکل باید به ټاکل د هغه په مطابق به شاعران برخه خسته لغوي به شیرونه لیکل د هغه باید په مطابق نو ما هم چې دا چې مینه می و ام دا خبرونه ما هر وخت سره نو تقریبا دا سه و چې زه خوب کې شاعر شوم نو هلته یو بیت انتخاب شوی و د ډاټ سیبو چې رنگ رنگ تارونه می تړلې دي په خې پورې او خدای ما واخلې تر راتلون کې پنشن به پورې نو په دې وخت کې ما خوب لیدلې و شپه چې ما د کې کوم نه چې زه د همدې د لالزر په نوم خبرونه و د دې ډیره مینوال او مده دې خبرونه نو د دې قربانه راغلي دي زمونږ ډيري ته خوب ګورم چې دوی راغلي دي او شیر وای زه په منډه زم چې صبر زدي سره ګورم او دا چې ترنم کوي کوم کس هغه ته ویم چې ته باید په خبرونه کې دوه ځلې ترنم کې ځکه ډیره مینوال یم نو دا چې زه دې ته ورسېږم او دې ته ووایم په دې وخت کې زه ویښه شوم نو ډېره دغه شوم مالی کاش چې یو دوه دقیقې خو پاتې کېده دا خوب او خوب کې نو زه داسې شاعره شوې وم چې همدا بیت ته ما په خوب کې بیتونه جوړول لکه ما ولیکل چې شاعران خو توب داده چې په ذهن کې پات کیږي نه دوستانو بالکل او مونږ خو یو شی چې وګورو سی وکړو په ذهن کې نه سی کمپیوټر کې سی وو موبایل کې سی وو یا اوسې کې لیکو شاعران خو دې د ذهن خدای ورته ورکړل چې هغه یې حفظول شي ښه په رنگ رنگ تارونه می تړلې دي په خې پورې خدای ما واخلې تر راتلون کې پنشن به پورې او چې مالیکلې نو هغه په خوب کې کې وی لیکل یو یو بیت می ورته ولیکل بل بیت نو پلاټ کې ما چې سی ورته ولیکم او جانان می ورګ دی لټاو مې نیمو شپو پورې نو دا بیت می هم دا یو فرد می ورته خوب کې لیکل وی یعنی زه خوب کې شاعر شوم خو دا مونږ هم دا سې کې چې خوب کې شاعران شو لخر سره او شو کول چې خوب کې خپل ارمان پوره کړو ولې چې دا شعر شته هر څوک لیکل نشي دل پر چې یو 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 خاص ذهنیت یو خاص علاقه مندي غواړي چې یو څوک یو موضوع لپاره یو معنا دار شی ولې کې سیده کنه ها او تاسو ارمان اوس پر شوې دل خیر سره بله ها تر دې د مخ نیمه راغلی یو نیمه لري تر رسیدلی یو نیمه پاتې ده او دا د ژورنالیزم وای انده شوې نه یم ها ژورنالیزم برخه مچده د لکه یو سلا پلاس خستل دی
صحیح ده کنه د خلکو لپاره درې دل دی مثلا نو هغه طب برخم چې ده هغه هم احساس وګوري چې کرونا دوره ده او په دې دوره کې همدغه ډاکټر صاحبان دي همدغه نرسان دي چې درېږي او مقابله کوي د ویروس سره نو دواړه فوق العاده کارونه دي خدای دې تاسو ته بریالیتوب درکړي او اوس یې کولی خپل خلکو ته خدمت وکړي نور مو څه شی زه دې ترڅنګ زه په خپله همدغه دغه شیانو سره مې علاقه وه ښه او بل کوم ښېګڼې لرې مثلا سپورت کې ښه اشپزي کې څه شی څه کار کولی شي په اشپزي خو زه نه پوهېږم چون زه سهار له کوره وتلم او ماښام به راتللم او په اشپزي دومره نه پوهېږم تر څنګ د کور په کارونو دومره نه پوهېږم ځکه چې هګۍ پخولی شي هګۍ خو پامیر لاله عجیبه ده چې زه اشپزي کولی شم هر څه ښه ځانګړی او خوندور پخولی شم خو هګۍ نشم پخولی هګۍ نشم پخولی خدای چرګې هګۍ پخولی شي د اسپې هګۍ ښه چې نشي کولی اسپې هګۍ پخول سخت دي هغه ته غټه کړی اسپې هګۍ ناچي بالکل هغه به ولاغي نو ځان دماغ له ژر بېرته راګرځو د هیجان څخه به شعر مو اورو ترنم هم کوي که نه ترنم کولی شم هو بالکل راځي بیا ترنم به مو اورو شعر به مو اورو مشکل نشته دی له موږ سره اوسېږي او اوس لپاره لنډه دمه وکړي دوستانو بیا هم ښه راغلئ ماښام مو په خیر انشاءالله چې ښه ورځ مو تېره کړې وي او ښه ماښام ولرئ ډوډۍ وخته وخته وخورئ مونږ غوندې چې بیا دا د شپې ډوډۍ چې لږ سره ثقیلې خطرناکه او مونږ تاسو خو بیا زمونږ ستاسو دا یو رواج دی چې هماغه خطرناک شیان شپې ته ساتو ولې ساتي مورې ولاړ شپې بیا په امیر راځي او ځای کینو ټول ډوډۍ خورو نه مثال زه خپل ځان ورکوم یعنې ټول همداسې یو مونږ تاسو نو له منځ مې چې وخت نوش جان کړي تر څو چې خوب ته آمادګي نیسو چې هضم شي چې بیا پازم نه کړي ښه نو اوس څه شی وکړو ترنم واورو شعر واورو څه شی وکړو یا جالبه خاطرې واورو څه شی نه زه د میلمنو په خوښه میلمنه چې څه شی وایي مونږ مامه یو ښایسته ترنم واورو واه 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 مهرباني وکړئ خیر مهرباني وکړئ اورئ مهرباني هیله ده چې ستاسو او د ټولو اورېدونکو د خوښۍ واورو حتما انشاءالله مهرباني چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کېما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کېما پلار مکتب ته زما خیر کجینې یما پلار مکتب ته زما خیر کجینې یما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کېما چې زوی دې حق لري زه هم داستا لور کېما پلار مکتب ته زما خیر کجینې یما پلار مکتب ته زما خیر کجینې یما هسکه شملا بدی سات ما پلارا دغه پریا بخ پلو ما پلارا هسکه شملا بدی سات ما پلارا دغه پریا بخ پلو ما پلارا افغانستان ته ور اوړم پلارا هغه پیغور باور کوم پلارا چې د هر چا په نظر یا واخوار کېما پلارا مکتب ته زما خیر کجینې یما پلارا مکتب ته زما خیر کجینې یما د ځان ستاینا نه کوم تا تا خپل قوت بز خای ما تا تا د ځان ستاین نه کو ما تا تا خپل قوت بز خای ما تا تا شمل دی حسک بسات ما تا تا شمل دی حسک بسات ما تا تا او دغ خبره بوای ما تا تا رت پسپک نظر مګور ګلالې یما پلار مکتب ته زما خیر کجینې یما پلار مکتب ته زما خیر کجینې یما تل دعاګانې د وصال کوما ورکه کې دود دې زوال کوما پلارل
لتازی ندا سوال کوما که زواب را نکڑی جنجال کوما در چا نظر کی ولی پلار وارکی اما پلار مکتب تزما خیر کجی نئی اما پلار مکتب تزما خیر کجی نئی اما ٹولی جہان تا دا گویا کوما پلورونو تاسو تا وینا کوما ٹولی جہان تا دا گویا کوما پلورونو تاسو تا وینا کوما دغ خبرا پو بیا بیا کوما او دغ خبرا زہیا کوما نن چیستا لوری اما سوا تا مور کئی اما پلارا مکتب تزما خیر کجی نئی اما پلارا مکتب تزما خیر کجی نئی اما چیزوی دی حق لری زہم دستا لور کئی اما چیزوی دی حق لری زہم دستا لور کئی اما پلارا مکتب تزما خیر کجی نئی اما پلارا مکتب تزما خیر کجی نئی اما دیر کلیو او دمانا ڈاکو زد داسی دا چوکیک داسی دن نشما ایسا ایسا دل پارا چی دا ناور دودونا واقعا چی سڑے خپا کئی ٹول انسانان خدا ایسا خیاو دی پرتل دی چه غزین انسانان مثلا پا اعمالو که آقوی خدای سخه لور دی که نه درجه لور ده بغیر لگه طول انسانان خدای سخه یو ده و کلا چیز منگو ساسو لوی رهبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو رهبر پا نره که لرو ده نو رهبران هستی دی نو کلا چه آقا پیدا شو نو انجونو تا مرمونو تا آقا پل واقعی اق چه خدای ولی واقع رسید سایده که نه نو ماشالله سمرا خکل شیر دیلی کلو دی مانار ڈک دیلی کلو زیل مندی میں چیز مکورانی دی موضوع باندی باید لکس توجو کی خواہ دیر مانانا دیر خوگ و خبری دیر دی چیز دیر و کما خو وقت لگ دی او زی وقت خورکو ما زمانگا سلگی جان خورکی تا چی دائم خپل یو خاطرہ وائی لکس جگر خونش لکس بیرتا لکس وہ خاندو دیو خاطرہ پا ذہن کے بعد چی باید یو وائی کمی وائی وائی دو دی وائی لیو کمی وائی وائی وز دوستان استاس خپل خو خدا بس یو وائی نو از چی کلا کور دراش ما کور کی وارا ما شما نو تا دشپیل خوانا درس ورکم کنا خپل خوان دورو نو تا از ما یک کچنی ورور دین وقتا می سر پسر سور زید ام دایو درس ورکو و نیز دکیدو نیمایی درس ازدکر و نیمایی نز دکیدو علی بیتی مورتا ویلی کلا چی دی این او غین تا ورسیدو نو دا این او غین چی و دی نز دکیدو نو سور زی پر لپسی می دا ورد وویلی دی نز دکیدو نو ورتا می اختار ورکن روستی که ما که داری سبا نوز دا یو دو سفیر دیو هما نو اغا بیچارا ودر شو کلا چی سبا راغی ما چی ورتا بیام سبک ورکو چی گور ما سفاره که دا این نما ورته ویل داسې غوسه شوم که نه داسې م ورته وکتل چې دا ولې د دې نه دا عین غین څه شو وای دا خو زما نه زده کېدو دا مې ترېنه کوي چیکو چې ستا سترګې پې ونه لګي شیرحمد مکتب کې همداسې کوو دا کوم صفه به چې زده نه وه سبا چې استاد تېر مخته نو هغه به قیچي کوو دا کار مه کوئ دا کار مه کوئ هلکانو د سلګۍ جان څخه هیجان څخه مننه کوم ډېر ښه راغلئ خوشحاله شوم ستاسو په لیدو باندې او زه د لا بریالیتوبونو هیله تاسو ته همداسې زموږ نورې خویندې مین چې موږ ګوري هغوی ټولو ته لرمه ډېره مننه ډېره مننه تاسو نه هم ډېر ښه راغلئ نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړو ډېره مننه او درنو لیدونکو که یو جنۍ درس وایي نو په دې معنا ده چې یوه آینده کې به یوه کورنۍ مکمل باسواده وي که یوه لږ کې درس وایي خو هغه خو مصروف وي ځان ته بس د ماخلو ژر بیرته راګرځو خپرونه مو روان ده لیدونکو صحیح درند زن و قراغ لی بیام ما خام بخیر او سرنگش تا سیر احمد ولید چې چوکار نه خارج شو او د بل چوکار نه خو خپل دی آشپزخانه دی خاطر ما زرم داوس خبرون کی زما بل عمل منا غلی مل منا هم یو زاشوا خورشید محمدی
او دوی چې دی بوکسر دی دوی او په ملي ټیم کې دوی ماشاءالله مصروف دي او نام خدای د دوی کورنۍ څخه مننه کوم چې د دوی ملاتړ کوي دوی هڅوي تر څو دوی وشکولې په آینده کې خپل وطن ته خپل خلکو ته یو ښه نیک نوم راوړي. خورشید جان بسیار زود خوش آمدید، شامد بخیر. سلام بر شما و کسان که بینده لمر مخام هستن، امید که یک شام پر از لطف و صفا آغاز کرده باشه. سلامت باشی، بسیار زود خوش آمدی. شکر الحمدلله که خوب هستی. صحت چقدر خوب است؟ چند فیصد خوب است صحتت؟ والا در افغانستان خود صحتمندی بسیار محدود می باشه، ولی ورزشکارا کوشش میکنن با صحت خود زیادتر بپردازن، چون تا اگر سالم نباشن باز نمیتونن ورزش کنن. و اگر ورزش نکنه سالم بوده نمیتونه. دقیقا اونم بلکس مسئله است نه؟ بله. اگر ورزش کردی صحتمند میباشی، درست است؟ و اگر ورزش نکردی مثل شیر احمد همیشه مریض میباشی، همیشه مثلا زکام میباشی و یه کرونا هم زیاد است. بالاخره میشه که خدا نخواسته آدم کرونا هم بگیره، ولی ورزش باعث از این میشه که اگر شما رو کرونا هم میگیره ششایتان مثلا مکمل وجودتان بتانه همراهش مقابله کنه. یه گفه است نه؟ چه وقت میشه که بوکس میکنین خودتان؟ خب ما مدت 3 سال میشه که رشته مجزنی را آغاز کردم و 2 سال به طور که به تیم ملی منتخب آمده ما رای مسابقات شدم و بعد بوکس افغانستان همچنان در بخش رسانه و اینا خیلی پیشرفت کرد و خود مدت 2 سال در کل میشه که من در رشته مجزنی تیم ملی بازی میکنم. ماشاءالله ماشاءالله. مسابقات چند مسابقه دادین شما؟ خب ما تا فعلا 3 مسابقات رسمی دادیم که در ریکاردای همیشه برد است، باخت ندارم. هیچ باخت نداری؟ نه خیلی. نام خدا بسیار خوب است. این ریکارد زدن گپ مشکل است. دقیقاً. و یکی که در داخل رنگ که آدم داخل میشه باز اونجا همه استرس بیشتر میشه نه که حریف چطور شکست بتین. شما چطور رمو سکیجوالتان چی است وقتی که داخل میشین چی میکنین اولین کاری که میکنین؟ استرس در کل انسان ضعیفتر میسازه و ای باعث میشه که انسان بترسه، ولی همیشه وقتی من داخل رنگ میشم و همیشه اعتماد به نفس و من خیلی زیاد است و با یک احساس و انگیزه برد داخل میشم که دست بلند برگردم. آفرین، کار نیک میکنین. فیلم دنگل دیدین؟ دقیقا. او را میشه با استادایی که توجه نمیکنن اون فیلم پیشنهاد میکنم. با خود آدم هم خوب است نه او؟ زحمت کشی شو بله، بعض نکات هست که در او ما برداشت کنیم و فکر کنم زیادتر با استادای جدید است که خب اونا باید تمرکز کنن بالای از او فیلم. خب خب آفرین، بسیار گپ نیک است. او انگیزه میت آدم هم انگیزه ای را میت که شما با یک ملت می جنگین در یک فضای که واقعا به دور از مثلا تمام گپ های دیگه، مثلا تفنگ است و جنجال های دیگه است، شما در صلح می جنگین، در صلح می جنگین، مثلا در مقابل یک کسی هستین که تنها نمره حساب میشه، دیگه چیز حساب نمیشه که چند نفر کشته شد چند نفر زخمی شد، این حساب نمیشه، تنها چی حساب میشه؟ نمره. فایده نفر هم همی است که نمرهش بلند بره. دیگه ای بهترین گپ است وای که شما میرزمین به خاطر مردمتان، به خاطر خودتان، به خاطر صحتتان، بزرگترین گپ است. کی حمایتتان میکنه؟ خب در کل انسان تا حمایتگر نداشته باشه نمیتونه پیشرفت کنه و در خانواده ما همه حمایت میکنن، چون یک خانواده روشن فکر دارم و همیشان از من حمایت میکنن، نه تنها از من بلکه تمام خواهرای یا برادرم که هستن همیشه در هر بخشی که میخواین اینا فعالیت کنن حمایت فامیل بیشتر از سکتا میگن تشویق شون و بتونن با او هدف نیکی که دارن برسن. ده خورشیدجان خور چه ده اقا هم ده فوتبال ملی تیم که ده نو آقا هم نام خدا پیاوړې جنیده. از برادرها هم کسی ورزش میکنه؟ آخ من یک برادر دارم کنان ورزش نمیکنه. نمیکنه فقط به خاطر بدن سازی فتنس میاد دیگه، به طور مسلکی یعنی نمیره. خب ما یک دو نوع ورزش داریم، یکی به خاطر صحتمندی خود و دیگه میخوایم به شکل حرفه‌ای که در منتخب تیم ملی باشیم و بریم به مسابقات. خب باز اینا فرق زیادتر از بخواین میرن بخواین نرن، ولی یک نفر که بخواین حرفه‌ای ورزش کنن آماده باید هر نوع تمرین و هر نوع مسابقه باید باشه. بیشتر شیر احمد بر شما میگفت گارد بگیری، نی با چی منظور بود؟ چی را میخواست ثابت کنه؟ آیا شما بوکسر نیستین؟ تو یک چیز چی میخواست؟ اینا میخواستن که اسپارینگ کنن یا خود میخواستن با اگر جملات عام استفاده کنیم خدا اله بتا یک رقم این قسم کرد بازی قسم کرد نه؟ باز خود تا میلان دادن جمله خوب نیست. کلاب بوکسینگ پامیل جان با
بازی یک ما تقریبا این می حرکت پایش نداشت. جای در جای استاد میشد گریه میکرد. تو میگه آخر استاد گفت تو رقص پای نداری، تو ضرورت نداری بوکس کنی، تو برو یک جای چی که امی یک هم کارهای دیگر را پیش ببر، ورزش کردن نمیتونی. زیبای اندام گفت. زیبای اندام گفت. برای با زیبای اندام هم یک بار رفت وجام گریخ. ما استاد گفت تو در خانه باش تمرین کو. اگه چیز کار داشتی ما از یه برتراوان میکنیم. بود ما خود رال در خانه ورزش میکنم. دو ماه تمرین کردی دیگه نرفتی بازگاه روز میگه واه شیر احمد در برنامه میگه شخک شدیم خدا اعلام کنه. نرازی هم خب گفتای استاد صحیح بود که وقت شما ورزش میکنین اما غذا یا آبی که میگیرین صحیح نیست یا سرد میباشه یا بسار. امروز دیگه ما یک بریانی تیار کردیم. خب و هم تیار شده، شما صحبتای تن ادامه بتین. خب بیان که بخوریم دیگه. خب ما بریانی را خیلی دوست دارم. با خاطر بریانی شرمد یک چیز بسار کم داشت، همیشه پخته میکرد ولی کم داشت. او امو امروز اگه آچار مهمان آمد ام بود جان خوش مهمان آمد یا آچار باز دیگه خودت چک مس اصل مزه شو نمو جور میکنه تو بیا روز که بخوریم. خب خودت چند مدال داری؟ مدال در کل در هر مسابقه که گرفتیم زیاد دار. چند دانه مثال؟ یک 50 دانه؟ بیشتر از بیشتر از 50. او نام خدا، چون من یک بخش تمرین نمی کردم قبلا، هم یک رشته ورزشی دیگر پیش می بردم که تیم ملی بودم. خب. هم از او و هم از او بیشتر شده. نام خدا نام خدا. بفرمایید بفرمایید شیر احمد برای شما یک دو پیازه سیر احمد چیست؟ بریانی. نه بریانی نگرفتیم. ما میدونستم خوش تنبیه. شما شما نه اول شما باید نجان کنیم. فکر کنم داغ هست سک. نه 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 بسیار این داغ خورده میشه در اصل مثل پکوره و سمبوسه هست. نمیشه که خدا با سوزانی بگیم. خدا کنه تو نباشه چون به ورزشکارا ضرر داره. مرد شه بسیار کم انداختیم. خب شما تو نمیخورین؟ نخیر. خب یکی از ولی بسیار خوشمزه است. خوبش است؟ دستان درد نکنه. شکر زنده باشه. راستش هم مزدی شد اما آچار جور کردم. به نظرم پامیر جان شما چای من هم نوش جان کردم. یه نمیتو رادتش هست. مهمان اگه چشم شد شد و نان شد و چای شد باز میگه خودت نوش جان کردی. نه مو اقفا یک شوپش کردم. خب یک خاطری بسیار جالب تر از رنگ بر مقصه کن. خب یک مسابقه داشتیم میان دخترها بود. فکر کنم در راوند اول استاد ما زیاد تاکید میکرد چرا مش نمیزنی. رنگ دوم رفتیم در جریان این مشت که رد بدل میشد یک مشت من در لب از این خورد. یعنی دوباره که ما باید یک دقیق دم بگیریم استاد گفت واو بیا روی پاکه که چی مشت زده که خون دختر در دستکشش من در یک وقت متوجه شدن گفت نه این لب سیلی نشست. یعنی در مسابقه هم لب سیلی زده بود؟ دخترها در کل خودت دوست دارن در حالت متوجه فیشن خود می باشن. بهترین کار میکنن. در بیرون هم تا حال کسی را فاماندین با مشت یا نه؟ نه هیچ؟ اصلا کسی برابر نشده؟ برابر شده ولی من گذشتیم. خب گذشت واقعا کار خوب است و در ورزش باز یگانه چیزی که بسیار خوب است اما اخلاق ورزشی است. دقیقا هر کسی که وقتی در دمو کلب داخل میشه او اولین نکاتی که باید مراعات شوی نمی است. صد درصد. یگان تو باز میشه که برابر شوه آدم میشه نفهم مگفا عجلش که من باز پیش می کاش که یکی از دو عجل آمدگی هاش رحمت می بود که امروز عقش داده می شود. خب خیر شما ندادین عقش مشکل نیست. انشالله یک روز من بکسر شوم عقش هم ایتم برد. دی وقت که لوبه لریتی دو کنه آده یه آخر کدام مسابقه هست بخیر؟ دقیقا بخاطر مسابقات ما مکمل هفته و هم دو تایم تمرین میکنم. انشالله مسابقات پیشتون داریم که بین تیم ملی برگزار میشه که منتخبای تیم ملی که چند سال در وزن خود حوال بودن دوباره اونا مسابقه میتن و بهتریناش و یا قهرماناش در تیم ملی میمونه و دیگرانش حذف میشه. انشالله بخیر باشه. ما رو تمرین دادم میدونی شما؟ البته. چی مثلا چی ویژگی ها باید داشته باشه کسی که میخواد بوکسر باشه؟ خب یک تنها بوکسر بودنی در کل وقت یک شخص میخواد روی ورزش و اول حلقه داشته باشه، دوم باید حوصله ورزش داشته باشه چون در وقت که ما نمیتونیم همو ورزشی را که ما میخواییم یا جایی که میخواییم برسیم و بعض دوستای ورزشکارایی هست که از پروتئین اینا استفاده میکنن ولی اونا بسیار کدامدت و عوارض جانبی همچنان میداشته باشن ولی ما کوشش کنیم با حوصله‌مندی و توانایی خود تمرین کنیم. بسیار گپ نه
میکرد. یکی از ورزش‌هایی که بسیار زود مقصد آدم جور شما نمو رو اگر یافتین بر من بگوین. بسیار تشکر، خیلی خوش آمده. سلامت شما و دعوتتان. بسیار خوش آمده. شیرامد خودتان خوش آمده بیده. ستان هم مننه. دیر مننه شیرامد خیصه بریانی یا مده کرو. لیدون کل تاس نه هم نده مننه. لده شیرن ما خواه مقصر پخبرانه که وی. تل هسته هو که چی ورزش کار رو سیگه. استاز پکورانه که اینجونی الکان که ورزش که ده اغوی ده ملاتر نه بیزن مگو خکوی. تر بیخی چاره خشپال لامل شه دخده پا.